سرخط خبرها جنایت دهنده اسرائیل شهادت 28 هزار زن و کودک فلسطینی و سایه رویاروی روی ایران و اسرائیل بر انتخابات آمریکا برگ برنده جمهوری خواهان در دست نتانیاهو به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام جنایت دهنده اسرائیل شهادت 28 هزار زن و کودک فلسطینی از هفته اکتبر 15 مهر ماه تا کنون بیش از 28 هزار زن و کودک در حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه شهید شدند. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه اعلام کرد از ابتدای اشغال غزه بیش از 17 هزار زن و 11 هزار کودک فقط در نوار غزه شهید شدند. مدیر کل دفتر رسانه تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه تاکید کرد 15 بخش حیاتی غزه نابود شده و بیش از 950 پزشک و پرستار در این باری که اعدام شدند این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که نقشه آواره کردن استان شمال نوار غزه را اجرا کند مدیر کل دفتر اطلاع رسانی تشکیلات خودگردان فلسطین افزود نیروهای اشغالگر صهیونیستی با بسته انفجاری یک منطقه مسکونی را در بیت هدف قرار دادند این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داد نیروهای اشغالگر صهیونیست آمدانه به کشتار فلسطینیان مبادرت می‌ورزند و افزود آنها همچنین منازل مسکونی و زیرساخت‌ها را تخریب می‌کنند تا فلسطینیان را فراری دهند. وی تصریح کرد اشغالگران صهیونیست هر کس را در جبالیا حتی تیمهای آژانس را هدف قرار می دهند. سایه رویارویی ایران و اسرائیل بر انتخابات آمریکا برگ برنده جمهوری خواهان در دست نتانیاهو در شرایطی که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا خود را برای دوئل نهایی آماده می کنند، ناظران در باب تاثیر تحولات خاور میانه بر نتایج این کارزار تحلیل های متفاوتی را مطرح کرده و بر این باورند که رویارویی احتمالی تهران و تلاویو شانس ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید را افزایش می دهد. فارن پالسی با انتشار مصاحبه تلاش دارد تا به سیاست خارجی آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور بپردازد. اما اشفورد در ابتدای این مصاحبه این سوال را مطرح می کند که نتیجه کارزار نوامبر چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده خواهد گذاشت. ماتیو کرونیک فعال در شورای آتلانتیک در پاسخ به این سوال گفت فعلا آراء دو نامزد ریاست جمهوری نزدیک است با این همه برخی از داده ها با اشاره به آراء 51 درصدی هریس و 49 درصدی ترامپ میگویند که شانس نامزد دموکرات ها برای پیروزی بیشتر است. او در ادامه گفت به باور من ترامپ برتری دارد هرچند نمی توان بر اساس داده های نظرسنجی از حالا نتایج کارزار را پیش بینی کرد. اما اشفورد که این مصاحبه را برگزار کرده بود در ادامه گفت من در واقع فکر می کنم ترامپ هم احتمالا برتری دارد اما رقابت میان این دو بسیار نزدیک است. مهمتر از آن پس از شش ماه من سورپرایز بزرگ اکتبر را رد نمی کنم که دوباره رقابت را به لرزه درآورد. ما اقدام به ترور ترامپ، انصراف نامزدها و بلایای طبیعی داشته ایم. در همین راستا می توان گفت سیاست خارجی قطعا می تواند در ماه اکتبر شگفتی ایجاد کند. این گزاره در شرایطی که خاورمیانه در آستانه رویارویی تمام ایار قرار دارد قابل تأمل است. اسرائیل به لبنان حمله کرده و ظاهرا در حال برنامه ریزی برای حمله تلافی جویانه احتمالی به ایران است. حال سوال این است که آیا آمریکا تا روز انتخابات درگیر چنین رویارویی می شود؟ آیا این جنگ احتمالی بر نتیجه انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟ ماتیو کرانیک در پاسخ گفت به نکته خوبی اشاره کردید این انتخابات ممکن است تحت تاثیر متغیری قرار بگیرد که از حالا قابل پیش بینی نیست. جنگ ها برای رئیس جمهور کنونی بعد است. بنابراین ملاحظات انتخاباتی یکی از عواملی است که دولت بایدن هریس را برای تلاش به کاهش تنش در خاور میانه تحریک می کند. به باور این تحلیلگر شرایط برای هریس سختتر است همانی که تلاش دارد تا همزمان کمپینی را با ادعای تغییر تعریف کند اما واقعا خودش را از نظر سیاست گذاری از دولت متمایز نمی کند. نظرسنجی این هفته حاکی از آن است که او توانسته به شکلی نسبی پیشتاز باشد در همین راستا رای دهندگان بیشتری فکر می کنند که او نسبت به ترامپ تغییر ایجاد می کند. اما هریس حقیقتا قادر به ایجاد تغییر نیست. او این هفته در پاسخ به این سوال که آیا با بخشی از سیاست های بایدن مخالف است یا نه روی کردی منفعلان اتخاذ کرد و از دادن پاسخ تفر رفت. تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در ادامه به پویایی داخلی سیاست خارجی اشاره کرد و مدعی شد ما در پنسیلوانیا رای دهندگان آمریکایی لهستانی داریم که به طور فضاینده ای از روی کرد رادیکال هریس در ارتباط با روسیه راضی و رای دهندگان عرب آمریکایی در میشیگان که از موزه دولت در قبال غزه خشمگین شده هند. از همین رو به واسطه ی حضور این رای دهندگان آرا می تواند به شدت نوسانی باشد. وی در ادامه گفت من گمان می کنم پویایی بحران خاور میانه برای هریس نامطلوب تر باشد. همچنین خطر قابل توجهی وجود دارد که یک جنگ گسترده تر یا دخالت مستقیم تر ایالات متحده پیش از انتخابات رخ بدهد. اگر من جای کمپین هریس بودم، سخت به کاخ سفید تکیه می کردم تا از تشدید درگیری جلوگیری کنم من همچنین نگرانم که نتانیاهو انگیزه ای برای عقب نشینی نداشته باشد او احتمالا از بازگشت ترامپ به کاخ سفید خوشحال خواهد شد این تحلیلگر در ادامه خاطر نشان کرد از آنجایی که بازگشت ترامپ بسیار محتمل است دولت بایدن از تمامی های خود استفاده کرده تا مانع از تشدید تنش ها بشود از همین رو اسرائیل را تحت فشار قرار داده تا مانع از پاسخی انتقام جویانه علیه ایران بشود. او در ادامه ادعا کرد عقل متعارف حکم می کند که هریس سیاست دولت بایدن هریس را دنبال کند اما ترامپ غیر قابل پیش بینی است. هرچند عکس چنین فرضیه ای هم درست است. ما می دانیم که با ترامپ چه می کنیم. بالاخره او چهار سال رئیس جمهور بوده اما هریس وقتی پای سیاست خارجی به میان می آید به سان لوح سفید است. بنابراین اگر هریس در سیاست خارجی حوث باز باشد به احتمال زیاد چهره های تعریف شده در کابینه بایدن و سیاست های او تکرار خواهد شد. ممکن است در مورد چند موضوع تغییر ایجاد شود. مثلا بایدن با حزب دموکرات در باب اسرائیل هم صدا نیست. اما در صورت انتخاب هریس هیچ چشمانداز روشنی برای تغییر گسترده وجود ندارد. همه بر روی فیل گوردون تمرکز کردهاند، او مشاور امنیت ملی فعلی هریس است. این درست است که برخی این چهره در قیاس با برخی در دولت بایدن معتدل تر است و کتابی درباره شکست های تغییر رژیم در عراق و افغانستان نوشته. اما جایک سالیوان قبل از اینکه مشاور امنیت ملی بایدن شود، مطالب مشابهی نوشت. بنابراین من شک دارم که شاهد تغییرات عمده باشیم. هرچند هریس به واسطه پیوندهای نزدیک سالیوان و بلینکن با بایدن نمیتواند به راحتی از این دو چهره عبور کند. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بسیاری از مفسران بر شعارهای رئیس جمهوری وقت تمرکز کردند و سیاست زیربنایی را نادیده گرفتند. اما نگاهی دقیق به سیاست زیربنایی و نتایج آنها نشان می دهد که او یک رئیس جمهور موفق در سیاست خارجی بود که صلح از طریق قدرت و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد. از همین رو تصور می شود که ترامپ در دوره دوم ریاستش گام های جدی تری بردارد. انتخابات کابینه او برگزیدن چهره های با تجربه ای چون تام کاتن، رابرت اوبراین، مایک پومپئو، مایک والتز و غیره قابل تعمر است. از همین رو پیش بینی می شود سیاست خارجی ترامپ تلفیقی باشد از سیاست او و ریگان. این تحلیلگر در ادامه آورد در ارتباط با اسرائیل و چین، ترامپ از سیاست هایی پیروی می کند که به شکلی متعارف مورد حمایت جمهوری خواهان است. با این همه انتظار می روید در ارتباط با اوکراین و ناتو تغییرات جدی حاصل شود. مطمئنا مناطقی وجود دارد مثل اسرائیل یا چین که ترامپ احتمالا در آنها سیاست خارجی نسبتا متعارف جمهوری خواهان را خواهد داشت اما من انتظار دارم تغییرات مهمتری در اوکراین، ناتو یا مسائل مشابه داشته باشیم. ممنون از توجهتان.